تونس به دنبال حمله تروریستی جمعه گذشته که جان 39 توریست را گرفت بر شدت تدابیر امنیتی می افزاید. ایجاد واحد های گرسنی در مناطق و مکانهای گردشگری از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده است. تخمین زده می شود به خاطر حمله تروریستی اخیر تونس در سال جاری نیم میلیارد دلار از درآمدش را از دست خواهد داد. تونس همچنین برای جلب گردشگر 15 دلار عوارض خروجی را لغو می کند و شهروندان هندوستان، چین، اردن و ایران را از اخذ ویزا معاف می دارد. سخنگوی وزارت کشور تونس با تمهیدات پیشگیرانه با هر کسی که در تونس تروریسم را اشاعه می دهد و یا با تروریستا همکاری می کند قاطعانه و به شدت برخورد میکنیم چند مسجد را که تحت نظارت امنیتی نبودند تعطیل کرده ایم. سطح امنیت را در عمق نهادهای گردشگری تامین خواهیم کرد و نیروی ذخیره را نیز برای تامین امنیت کشور به خدمت فراخوانده ایم جمعه گذشته جوانی 24 ساله در شهر ساحلی سوسه تونس با کلاشنیکوف گردشگران را به رگبار گلوله بست تونس. تونس به تنهایی و بدون کمک های بین المللی توان مقابله با گروه های تروریستی را نخواهد داشت چرا که آنها فرامرزی عمل می کنند. خصوصا در دنیای عرب که از درگیری های داخلی دارانجست. من صراعات داخليه محمد شيخ ابراهيم يورو نيوز تونس